یک بار دیگه سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و اومدیم به منازلتون تا ادامه برنامه دیشب رو داشته باشیم. دوستان عزیز، همراه جناب سرهنگ، دستیار و مشاور بنده در این کار. بله، سلام و عید مبارکی دوباره میگم به همگی شما. خب برای دوستانی که دیشب برنامه ما رو ندیدن، من لازم میدونم که مهمانانمون رو یک بار دیگه خدمتتون معرفی بکنم. نفر اول خانجون همیشه جون، نفر دوم خانم اقدس آدامسی، نفر سوم خانم دکتر ملیحه حیدرنژاد، روانشناس و کارشناس امور خانوادگی مشکل، و خانم زری خوشخنده که همیشه حامله هستن. البته الان ما رو خیلی خوب میشناسن، حتی بهتر خود شما. خودش که اصلا گزی نمیشنزه. آها بابا. بله البته خودم هم میدونم، ولی شما هم علتشو میدونید؟ بله. خب شما رو نمیخوام خب. نه چون من کمتر قبول کردم که تو نقش خودم باشم. آتی جان که. هیچی خوب. خب من یه چیزی بوده نخواستن دیگه. نه بابا زنی. قیاب اجزای از خوب. اونم البته عاقلان دانند. چون من هیچ وقت دوست نداشتم که خودم رو مطرح بکنم و خواستم در واقع کارام رو ببینن مردم. مادر جان من خوب نمیفهمم حرف شما رو. من هرچی یادمه شما همین شکلی بودی. بله بله، به خاطر اینکه من همیشه در نقش یکی از شماها ظاهر شدم رفتم جلوی دور. بله بله. خب چرا دوست داری حتی ما رو در بیاریم؟ بله مادر جان خودت باش. هی ادا ما رو در میاری که چی مثلا؟ مرز داری شما؟ خودت باش. نه بابا این میترسه یه وقت بیا ماش اسک بگیرن، هی خوش شبیه ما ها میکنه. اجازه بدین عزیزان من با یک نظر کارشناسانه این قضیه رو حل و فصلش کنم. از نظر علم روانشناسی به یه همچین اشخاصی میگن multiple characterized person و این با چند جلسه البته مشاوره دوست عزیز حل میشه. حتی میتونم تلفنی هم کمکتون کنم. شماره حساب بدم. ای بابا دلم برات سوخت. الان هست که ببرن دیوونه خونه. حواستون هستش که الان همگی با هم همدست شدین و منو داشتید مسخره میکردید؟ بله بله بله. واقعا این تو فرهنگ ایرانی جا نداره، ولی جدیدن من واقعا میبینم یک نفر رو پیدا کردن و گذاشتن وسط و نمیدونم از چپ و راست بهش انداختن کار جالبی نیست. خیلی علیکی حرف میزنی. هم در هر صورت شما مهمان من هستید و مهمان هم جاشو چشم حساب هست. چیزه؟ دوستان عزیز، پارسال من نمایشی رو در آمریکا به روی صحنه بردم همراه با دوستان هنرمند دیگه‌ام به نام سویچ. این نمایش کمدی موزیکال در دو پرده اجرا می‌شد و در میان پرده همکاران رقصنده من رقصی رو اجرا می‌کردن که بعدها بعد از چند تا اجرا از خود نمایش بیشتر مورد استقبال قرار گرفت و ما نمی‌دونیم چرا واقعا. می‌خواید با هم بریم این رو ببینیم به اتفاق دوستان و برگردیم. بله. Oh,
چقدر آقاهاشون خوب بودن. نرم بودن. نرم بودن؟ چیشون خوب بود خانجون؟ چیشون خوب بود؟ از نظر علم روانشناسی عزیزم به این نوع افراد میگن فلکسیبل ماسکلین من، که برای خانم‌های فمینین خیلی جالبه این. ولی خانم دکتر من هرچی به سر از زاییدم خشن کار در اومدم. برای اونتون اینا چی میگن؟ به نظر من که زناش خیلی هم بهتر بودن. شما چنقدر مرد ذلیلی؟ مثل من که دیگه اصلا محل سگ بهش مردی نمیذارم. محال از مردی دیگه تعریف کنم تو زندگیم. محاله. تعریف نکردم اون اینه. وای به حال تعریف کردم اون. گذشت اون زمون که هم دست از مردا تعریف میکرد. گذشت. بله به نظر شما خانوم ها در طول زمان زیباتر نشدن؟ من که فکر میکنم هر چقدر زمان میگذره خانوم ها زیباتر و جذابتر میشن. به نظر شما منظورت اینه که سن نشون میره بالا زیباتر میشن مثل خنجون دیگه؟ بله البته آدم ها وقتی سنشون میره بالا خصوصا خانم ها زیبایی های خودشون رو خواهند داشت، خصوصا بله خانجون که اصلا زیبایی خودش رو داره. ولی منظورم این بودش که در گذر زمان و در تاریخ شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که خانم ها تغییر کردن و شکل و قیافه خانم های امروزی رو ندارن. من از آقای کارگردانمون خواهش میکنم که یه سری عکسایی که مربوط به دوران قاجار یا حالا یه ذره بعد و قبلش میشه رو ببینیم با هم تا بهتر متوجه شیم من چی میگم. دلم به هم خورد. اینا چرا این ریختی هم؟ چاقیشو خوبه فقط خیلی بیریخته. لوازم آرایش نیمده بوده هنوز؟ نه عزیزم، لوازم آرایش هزاران ساله که کشف شده. میگن از روز اول، اولین کشف خانوم ها در زمان پارینه سنگی سرخاب و ماتیک و سرمه بودش. خانم دکتر خیلی شبیه مردن اینا. خب جراحی زیبایی نبوده آخه. چی نبوده؟ چی نبوده جراحی زیبایی؟ خب مثلا حالا کدومه ما مگه جراحی زیبایی کردی؟ همه ماشالله خوشگل خوشگل. چرا چرت و پرت میگی تو جناب سرخان؟ گذشت اون زمان، گذشت اون زمان که من احترام قبهاتو داشتم. گذشت. اولا که جناب سرهنگ ما قبه نداره، ستاره داره، چون ایشون در ارتش ترکیه کار کردن. بعدم این که اصلا اقدس خانم منظورشون با شما نبود، اصلا منظورش با شما خودتو اصلا نراحت. در ضمن خانم آدمسی از نظر علمی انجام هر عمل جراحی زیبایی نه تنها این که بد نیست، بلکه برای هر انسانی چه مرد چه زن خوبم هستش. روحیه رو میبره بالا. چی رو؟ من خودم تو مطب جدیدم پروتز لب، گذاشتن انواع اقسام سیلیکونا و کاشت دائم ناخون، ابرو، لب، خط لب، موژه خودم انجام میدم در جلسات حضوری و غیر حضوری. شماره حساب بدم؟ من که اصلا وقت این کارا رو ندارم. ولی خانم دکتر غیر حضوری شما پروتز لب و چیچی تزریق میکنی؟ منم والا همه چیم طبیعیه، بالا و پایین همه. خب خانوما ما داشتیم راجع به اینکه زیبایی خانومهای قدیمی چرا تفاوت داره با زیبایی شما یعنی خانم های امروزی صحبت میکردیم، ولی طبق معمول شما بحث رو به بیراهه بردید. بله در زمان گذشته این عکس هایی که دیدید متعلق به زمانیه که تازه دوربین عکاسی به ایران اومده بوده و خانم ها زیاد شبیه خانم های امروزی نیستن و انقدر زیبا نیستن. یه خورده نرمی زدن. چجوری در عرض چند سال بعدن خانم ها به این زیبایی شدن؟ منم خودم خیلی دوست دارم بدونم واقعا جریان این عکس ها چیه. یا تونه دیروز راجع به این اپ صحبت کردی؟ بله بله. این اپی که اومده خوبیش اینه که ما الان میتونیم یکی از افرادی که در اون زمان زندگی میکرده رو ظاهر بکنیم و با این اپ میتونیم که بریم سراغ یکی از مشهورترین به نظر من
البته میگن کردیت کارت لازم داره، ولی من شمارهشو یادمه میزنم. شماره حساب بدم. ما میخواییم بریم سراغ سوگلی حرمسرای ناصرالدین شاه قاجار. اون چی میگه؟ یعنی خانوم انیس و دوله. ببینیم میتونیم ایشونو ظاهر کنیم یا نه. خانوم انیس و دوله. بله. واقعا شدنیه یا سرکاریه؟ والا منم تا حالا از این اپ استفاده نکردم. بذارید من مشخصاتو بدم ببینیم که کار میکنه نمیکنه. باشه. میگه از ده باید بشماریم به پایین. یعنی ده، نه، هشت، هفت. خب جان سرم بشمار با من دیگه. خب باشه دیگه. شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک. کار میکنه، خیلی هم خوب کار میکنه. خانم آقایون، خانم انیس دوله. من کجایم؟ این مردان نامحرم کیستند؟ خاک دو عالم بر سرمان. اگر قبله عالم بفهمد، خاک اینجا را به توبره خواهد کشید. خیلی خیلی خوش آمدید. اینجا استودیوی ماست. من رنگ روم پریده یا عباقن به من بدین. من خود من به اتفاق قبله عالم به فرنگ رفته و استودیو را دیده ایم. این استودیو نیست، این اندرونیست. باور بفرمایید اینجا استودیوه. نه برم مرغداریه. با ما بحث نکنید، استودیو علف دارد. علف؟ علف؟ ما که علفی ندیدیم اینجا. ما نیز همین را میگوییم. نکنه منظورتون چمنه؟ ها، استادیوم ورزشی رو شما اشتباه گرفتید. بابا این دیگه چه گوگلیه؟ واقعا قبله عالم چش بازار رو کور کرده. اینجوری نفرمایید اقدس خانم. ایشون خانم انیس الدوله از یک تاریخ دیگه اومدن، برای همین به اینجور چیزا آشنایی ندارن. شما خود کنترل کن. ولی در جایی که من میدونم قبله زنش رو خرج نمی برده، داخل می با. یعنی ما دروغ میگوییم باز مچه؟ چی؟ با من بودی؟ نه 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 نه، با شما نبودن جانم سرنگ، با من بودن خانم انیس الدوله. اجازه بدید خانم انیس الدوله من معرفی کنم مهمانان حاضر در سالن رو. بس دیگه بابا، چند بار این نخاله رو معرفی میکنی آقای؟ جناب سرهنگ این چه حرفی آخه؟ بابا این سرهنگ دوچار بیماری خود برتر پنداری از زنان تاریخیه. کار دوتا آمپول البته، ولی خب با وجود این تحریم ها گیر نمیاد، اما من میتونم شماره حساب بدم. ولی من این همه به سر زدم یکیشون جذبه شما رو نداشتن. راز موفقیتتون چیه واقعا؟ داداش داداش ادان سلا ادان سخا بگویم زبانت رو از حلقومت بیرون بکشن. خیکی خیکی با من بودی؟ با من بودی؟ با من؟ الان نشونت میدم، صبر کن اقدس خانم. اصلا ایشون نمیدونه آدامس چیه. آخه شما چرا ناراحت میشی بی خودی؟ راست میگی بابا، این طرف عجب زاغارتیه. خب آدامس اینه چه مشمعز کننده. این انتر را از اندرونی بیرون کنید. جون با من بودی جیگر. مش چی چیز کنه؟ نه نه اقدس خانم، با من بودن، با من بودن. شما آدامس رو بخور، راحت باش. آروم نبود زنگ بزنم پسرم بیان بزنن لهش کنه. آخه شما این هیبت رو ببین، این محاسن رو ببین، میزنه پدر صاحب بچه رو در میاره. بشین مادر جان، این تازه تو موال در اومده، نمیدونه چی میگه. فقط به خاطر شما، فقط به خاطر شما. بابا این خانوم از تاریخ اومده، از گذشته ها اومده. شما یعنی یه سوال ندارین از ایشون بپرسین؟ ندارین؟ سوال براتون پیش نیومده که این خانوم چرا اینقدر چیز داره؟ چی داره؟ چیز داره؟ خب آقایون همه داره. منظورم ریش بود اقدس خانوم، سیبیل بود. شما ریشو نگاه کن. خب منم همونو گفتم. بعد گفتی مادر جان، این شوهرش که زنده بود که این ریختی نبود. از وقتی اون مرحوم سقط شد این دوم در آورد و دیگه حالا اینجوری هرچی دلش بخواد میگه، وگرنه اون اوایل خیلی ساکت. بله بله، اجازه بدید ما برگردیم به سوال اول خودمون از خانم انیس الدوله. شما چرا اینقدر چیز یعنی ریش دارید؟ با من بودی مردک؟ نه با شما بودم. قبله عالم عاشق ریش هستن. به ریش نیست که، به ریش هست. حرف قبله عالم بود، هست و خواهد بود. قبله عالم ریش دوست داشتن؟
واسه خودش یا واسه زنش. شاید هم دوست داشتن. لابد دوست داشتن دیگه، وگرنه سوگلی آدم که نمیشه چیز باشه اینجوری. چطوری؟ چه شکلی؟ مثل ماه میمونه داداشمو. بعد از مدت ها به جون جم، بعد از مدت ها اولین مردیه که یه ذره همچه کم کم داره به دلم میشینه. آی جم بذار بشینه. تو درویش کنون چشه رو. درویش کنون چشتو. چه نگاه هیز و کثیفی داره. هیزی؟ این اصلا کپسول زدیزیه. ای بابا، ای بابا، هر کی از راه میرسه ادعای پزشکیت داره اینجا. جان، پزشکیت؟ پزشکیت دیگه چی چیه؟ خدا این یه چی میزنه، من میگم. همین دیگه که الان ایشون گفتن کپسول. من یه سوالی دارم در حضور بینندگان. شما اصلا تا حالا یه عکس با یه آمپول داشتی؟ من اصلا کپسول گاز رو گفتم دکتر، شما وا بودن، ویل کن. ای چفت روحت مرد، ای چفت روحت که تو سیاهی زمستون کپسول گاز کول میگرفتم، میرفتم دو تا کوچه رو، سه تا طبقه رو، پله رو میبردم بالا که قضا بپزم این کوف گرفته بلم بود. ای بمیر، بمیر. مگه قبلا شوهرت نمرده؟ صد بارم بمیره کمشه، صد بارم بمیره کمشه. مردی که ایک بری هاف هاف، اون از بابام که یه علف بچه رو 13 سالم بود داد به این مرتی که 65 سال. مادر جون تو رو به ارواح مادری دوباره شروع نکن اون داستان شوهر کردن رو. یه لحظه لطفا صبر کنید خانم ارسدوله، داشتین توضیح میدادیم، بفرمایید. توضیح چیه؟ برای این داره به سقف نگاه میکنه. آه با این سقف هایتان نه آینه کاری نه تزئین، گویی وایت بورد است. وایت بورد؟ وایت بورد؟ شما یعنی وایت بورد داشتین بعد جیلت نداشتین؟ عجیبه. نه میگه شوهرش دوست داشته، وگرنه جیلت که زمان ما هم بود چه برسه زمان ما. البته این خیلی وقت پیش ها بوده خان جون، قبل از شما، خیلی قبل از شما. یعنی چون ایشون دوست داشتن ریش رو شما محاسن میذاشتید؟ چی میگی؟ محاسن رو که باید داشت، محاسن رو نمیذارن که. مثلا خود من از هر انگشتم محاسن میباره. آشپزی، چاقو کشی، خط خط کردن، عربده کشی، پاش بیا. بله بله با هنرنمایی شما ما آشنایی داریم. بله انس خانم میفرمودید. چیزی نمیفرمودیم بنده خدا، فقط داره به سقف نگاه میکنه، برای چشمش لوت شده. مادر اون چشاش یه جوریه به سقف نگاه نمیکنه. معذرت میخوام خان جون، شما الان دکتر چشم پزشکید یا هم چیزی میگید؟ من خودم مدرک تخصصی چشم پزشکی از خارج دارم و انواع تغییر رنگ چشم، گشادی، تنگی، بزرگی، کوچیکی چشم رو در اسرع وقت تو مطبم انجام میدم. شماره حساب بدم؟ لطفا آقای هوتن زیر نویس کنین برای اونایی که ششاشون ضعیفم. آقا زیر نویس کنین دیگه. خانم استردله بفرمایید، بفرمایید شما. چرا به من می نگرید؟ والا ما اصلا به شما نمی نگریم. چون ممکنه بعد خواب شیم. خانم خواهش میکنم اجازه بدید به سوالاتمون برسیم. بفرمایید. من یه سوالی دارم. باید در گوششون بپرسم. یعنی سوال در گوشی بپرسی؟ چی میگی؟ با پس چی بپرسم؟ اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ خوش برو به کارت، ما خانوما یه چهار تا کلام با هم هوا آقا صحبت کنیم. اون گوشی رو بده. اون گوشی رو بده، قبله عالم رو احضار کنم، اینو بندازه بیرون. چی میگی؟ قبله عالم بیاد به هیچ کدوم بدون رحم نمیکنه که. گفته باشم من که مسئولیت نظامی دارم. واسه خودتون میگم. من یه سوالی دارم. من یه سوالی دارم عزیزان. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. شما تو دربار دکتر داشتین عزیزم؟ یه عروس با تو هستیشا. ایشون زهر مار چه قرقری خوز بید. خب بابا ایشون دکتر نمیدونه چیه که. خانم انیس‌الدوله راجب طبیب دربار سوال میکنن. خاک بر سر من، طبیب دربار؟ مرا با طبیب دربار چه کار؟ یعنی اون بدبخت با تو هم کار داشت مگه؟ قبلی عالم به گوششان برسد این استودیو را به توبره خواهند کشید. اوه عزیزان، استودیو را رو یاد گرفت.
آفرین آفرین. ما که حرفی نزدیم که خدا نکرده، نگفتیم شما با طبیب کار دیگه میکردین. سوالمون این بودش که طبیب، رها کنید این طبیب بدبخت را. رها کنید. ما او را فقط گاهی اوقات در پشت باغ میدیدیم. پشت باغ؟ برای رسیدگی به امراض همایونی. فقط همین. بله. یعنی پرونده پزشکی. آره، قبله عالم تحت نظارت سران طبیبان فرنگ بودن. بدن شما چی کاره بودیم وسط؟ دکتر خوشتیب بود. ای شیطور. یادم یه خاطره افتاد از جوونیام. من تعریف کردم براتون اون مسئله عدسه رو. حالا پرده اگه اجازه بفرمایید از خانم انیس‌الدوله سوالای بیشتری بپرسیم و وقت برنامه داره تموم میشه، به اضافه باتری من میترسم ایشون غیب شه. حالا نوکه اومد به بازار کهنه شد دلازار. ها باشه، بفرمایید بفرمایید، هر سوالی دوست داریم بکنی. البته ایشون از شما خیلی گونه داره. وای درد بیدرمون. آدرس کاری تای حلقه زلیل مرده. خب یکم یواشتر داد بزن. یواشتر زدن دیگه چیزی غیه. به تو ربطی نداره، من با مرد جماعت هم کلوم نمیشم. باشه بره. مرد جماعت همین داره. هزار ماشالله. وای زری خانم، بچم لگت زد سرش پایینه. خیلی جالبه، شما با این همه لگت هایی که در طول تاریخ از گذشته تا حالا از مرد خوردین هنوز اعصاب شکمتون کار میکنه. مادر جان آدم هزار تا شکمم بزاد بازم لگد بچهشو حس میکنه. خب اگه ارزه میدید راجبه پدیده پرمویی اون دوران بیشتر بدید. شما به ریش سیبیل مردم چی کار داری؟ بی حیا. خانم انیس‌الدوله شما تا حالا زایدی یا اجاقت کور بوده قبل عالم رفته سر تابو برده؟ به کوری چشم حسودان دو پسر کاکلزری تقدیم قبله عالم نمودن. قبله آدم نمودن. چشمتان کف پایم. پایتان کف چشم. همچی میگه دو تا پسر کاکلزری؟ من فکر کردم الان هنگ ارتش درست کردی. هلاک کردی واقعا خودتو، قصده نباشی. خب مادر جان شاید قبله عالم دو تا بچه بیشتر نمیخواسته. خب نشیدی میگن فرزند کمتر زندگی بهتر؟ البته این شعار دو تا بچه کافیه الان دیگه خاص شده، الان میگن تا میتونید فرزند آوری کنید. بالاخره شما یه حرف حسابی زدی. ما چرا کمرنگ میشویم؟ خاک عالم بر سرمان. قبله عالم بفهمند. چی کار میکنه؟ میره یه دونه پررنگشو پیدا میکنه. ای بابا باتری من داره تموم میشه. باتری تو یه گوشی. اجازه بدید که من این رو الان درستش میکنم. شما ناراحت نباشین، الان دوباره پررنگ میشه. اینجور نرار باتری رو تمام میکنه. تا قیب نشدید میتونید بگید که چرا؟ البته این کم رنگی میتونه به خاطر کمبود ویتامین ر باشه. من خودم به چه مشقتی الان ویتامین ر رو وارد کردم به تعداد محدود. اولویت هم با عزیزانیه که زودتر به شماره حساب زیر واریز کنن. بی زحمت این شماره حسابو بذارید این زیر دیگه. عزیزان زودتر واریز کنید تا را به را براتون ویتامین ر بیاره. الان هستش که اون زیر. خانم انیس‌الدوله میتونید برای ما بیشتر راجع به قبله عالم صحبت بکنید که در خلوتتون به شما چه چیزایی میگفتن؟ شاید برای بینندگان ما جالب باشه و برای دوستان همکارمون. قبله عالم صحبت نمی کردن. با 18 زن عقدی و 86 زن صیغه‌ای مجال صحبت نبود. یعنی حرف رمانتیکی یه شیر موقعی شکر صحبت نمی کنه آقا. صحبتی درد دلی؟ خیر، ایشان فقط آه می کشیدن. منم بودم آه می کشیدم. پس حتما غم و غصه چیزی داشتن. اون آه نمی کشید. از اون یکی آه. بله بله بله، اگه اجازه بدید. خب شوهر ما هم آه میکشه.
اینم دیگه چیزیه شما انچه افمی آی میخواه الان زنگ بزنم همه ایام بیاد دارد اینجا یه آه بکشه مثل زو. نه نظری خانم خیلی ممنون، خوشبختانه برنامه وقتش رو به اتمامه. اجازه بدید که برگردیم به سوال اصلیمون که چرا خانوم ها ریش داشتن و اون قضایا. قبله عالم همواره سیبیل های خودشان را خودشان مرتب میکردن. عجب کار مهمی میکردن همین؟ سیبیل؟ خب البته سیبیل خیلی خیلی خوبه. اگه اجازه میدید من سوال خودم رو بله بفرما. این بدبخت کشن شد که هیچی، والا الان یه اپلاسیون لازم داره. اپلاسیون ابله دون مایه. به به میبینم تخم کفتر خوردی زبون واس کردی. اگه اجازه بدید من سوالم رو. خب مادر جون گفت که گفت شوهرش دوست داشته. قبله رو میگه قبله. قبله. همین آقا قبله. من شنیدم کلن انگار ایشون ریش و سیبیل دوست داشته. با پشم خیلی حال میکنه. آره. پشم. همان که این پیر فرزانه گفت. پیر فرزانه باباته و هفت کسه. یعنی شوهرت؟ بله. از اون بری؟ شمشیر دم دستت نبود بذاری نسش کنی عوضا. این همه زن ریخته بوده اونجا بازم کمش بوده. بترکی کاش این قبله رو این نیم ساعت میدادن دست من تا یه مردی از بغلش در بیارم حس کنه. درباره سرورم گزافه گویی نکن انتر. میدهیم به دیوار اندرونی بکوبند برای عبرت. چی؟ پیادشو با هم بریم. ای بابا بچم لگت میزنه. به درک تجوام چرا هنون نیفتده بیرون بایی همه سر و صدا؟ به چشه درات فکر کردی همه سه خودتن. وای ببر صدا تو ها، ببر صدا تو ها. خب دوستان تا اینجا گیس و گیس کشی نشده بریم برنامه رو به پایان ببریم تا برنامه بعدی. عزیزم برنامه هم تموم شد، هنوز این شماره حساب این زیر نیومده، حداقل اینجا بندازید. اجازه بدید جمع کنم برنامه رو تا برنامه بعدی. بینندگان عزیز مهمان بعدی برنامه ما از اون دنیا نمیان فردا شب، بلکه از ینگ دنیا به ما میپیوندن. خب به قول خانجون همتون رو به هم میسپاریم، امیدواریم مواظب هم دیگه باشید چرا که هیچ کس غیر از خودمون مواظبمون نخواهد. بله. تا برنامه بعدی سلام ایستم باشیم به سلامت. بچرخن عشقنم پروتزی هست. بله اون یکی اپاندیسش رو من کردم، اون پروتزه، اونم الان میام. بله اون جنیفر لوپزی سیلیکون گذاشتم، الان میام اگه اعتراف بکنم. عزیزان من فقط باید که حتما یه اعتراف رو بکنم، منتها این مال همین تلویزیونی که چون من برای هر تلویزیون اعترافای خودشو دارم. عزیزان اگر اعتراف خواستید پکیج اعتراف هم من دارم، ولی توی این برنامه که از من دعوت کردن گوتن تاک شو، از اولش فیلم بردارها خیلی به من نظر داشتن. شما نمیدونید از اول چجوری نگاه میکردن و اصلا از خود بی خود بودن. اگه تصویرها یه مقداری لرزید واقعا تقصیر من نبودش، خصوصا اون دوربینی که آقای علی پارسا روش بود یا اون یکی که آقای آرشو بودش. اینا خیلی بد، خیلی بد. آخرش هم من بود و آهو بود و فقصم اینو تعریف کرده باشم که بعدا یه وقت کلا سرم نرفته باشه. مرسی، من برم مریض دارم. اومدم نیست. من میگفتم با این شماره تلفن رو تماس بگیرین، با من تماس بگیرین. کامی اینا فکر میکردم واقعا خبریه. چند تاشون فیلم بردارا شما نمیدونین با من چیکار میکردن.